افرادی که قصد عظیمت به عراق طی دو ماه محرم و سفر را دارند فقط یک بار می توانند از قانون لغو ویزای عراق برای تردد استفاده کنند به گزارش شیوز به نقل از ایکنا اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرد با توجه به تحصیل سفر زائران اربعین به عراق و عدم نیاز الساق ویزا در گذرنامه زائران در ایام محرم و سفر فقط یک بار می توانند از این فرصت استفاده کنند بر این اساس اگر مسافر قصد تردد بیش از یک بار را داشته باشد باید برای دریافت ویزا اقدام کند در صورت که زائرانی که برای دومین بار قصد تردد از مرز ایران را دا دارند این اقدام را انجام ندهند اداره گذرنامه عراق از پذیرش مسافر خودداری می کند به گفته این نهاد حکومتی این موضوع برای پروازهای ایران به عراق نیز صادق است و فرودگاه بغداد مسافرانی را که برای بار دوم تردد دارند و ویزا دریافت نکردند مجبور به بازگشت به تهران می یادآور می شود روز گذشته دوم مهر 24 سپتامبر به تعدادی از زائرانی که از مرزهای زمینی و فرودگاه های ایران برای بار دوم قصد عظیمت و عراق را داشتند اجازه تردد داده نشده است